خدا شکر برای این پرستش عالی این حضور غنی خداوند حقیقتا وقتی پرستش میکردیم احساس میکردم این پرستش مثل اون شبنم صبحگاهیه که داره روح جان ما رو تر و تازگی میبخشه تراوت میبخشه آمین که اینطور باشه آمین مطمئنم و شمایانی که اینجا هستین اون تر و تازگی روح القدس آمده باشه و عزیزانی که الان همراه ما هستن و هم عزیزانی که در هر زمان دیگه به ما میپیوندن باشه که در سلامتی و عافیت روزهای خودتون رو به سر ببرید عزیزان بیشتر موقع ها ما موضوعی رو به دیگران داریم یاد میدیم که خودمون بیشتر از همه نیاز به دونستن اون داریم این موضوع این امر قطعا در مورد من بسیار صدق میکنه بنابراین میخوام بهتون بگم عزیزان وقتی این پیام رو گوش میدین یادتون باشه که با هم دیگه هم سفری آمین با هم داریم یاد میگیریم و در این سفر تا رسیدن به اون مقصد نهایی میخوام ازتون خواهش کنم که از خودتون بردباری و توجه و تمرکز بیشتری رو نشون بدیم در این مسیری که داریم با هم میریم نکنه ذهنهای شما جای دیگه ای بره و من تنها این راه و این مسیر رو برم آمین که اینطور نباشه چون میخوایم با هم حرکت کنیم آمین, آمین. یک حقیقت بسیار شگفتانگیز ایزان در مورد خدا وجود داره که او اشتیاق داره خودشو رو به انسانها آشکار کنه و این آشکارسازی خدا یکی از عجیبترین و ترین کارهایی که خدا میخواد با انسان انجام بده که مجرای اصلی این آشکارسازی خداوند در وهله اول کلام خداست اما تک تک ما مایانی که به مسیح ایمان وردیم با مسیح در اون اتحاد قرار گرفتیم یک امتیاز عالی تری هم نصیب ما شده که خدا از طریق ما، فکرای ما، اعمال ما، زندگی ما خودشون میخواد بر همه آشکار کنه به نوعی از طریق ما، زندگی ما نبوت کنه همطور که در عهد عتیق میبینیم از طریق حزقیال ارمیا، هوشه به خصوص چطور از طریق زندگیش و عملکردش نبوت کرد و یکی از راههایی که خداوند از طریق زندگی فعلی ما میخواد نبوت کنه علاقه منده که خودش آشکار کنه با کلیسا و با دنیا سخن بگه ازدواج ماست. ازدواج مسیحی در بطن خودش در ماهیت اصلی خودش دارای یک خصوصیت نبوتیه یک پیام نبوتی که این به وضوح در کلام خدا مکتوبه ایمان دارم همطور که بردر سینای عزیز اشاره کرد برای اینکه یک کلیسای زنده و قوی داشته باشیم برای اینکه کلیسایی داشته باشیم که روح القدس و عمل کرد او قابل رویت باشه و اینکه که یه کلیسایی داشته باشیم که تک تک ما قادر باشه که زمین دلهای گمشده ها رو فتح کنه ما باید در وحله اول زنان و مردان خدا در خانه های خودمون باشیم آمین آمی. امید من اینه که امروز زوجهای عزیز ما در اون پیوند مبارکشون در اتحاد عمیقتر قرار بگیرن این امید منه و زوجهایی که شکافی رخنه ای در اونا به وجود اومده سردی و بیتفاوتی در رابطهشون رو سوخ کرده در اتحادشون اومده آمی که امروز یک شروع تازه رو در یک رابطه تازه از امروز شروع کنن و همینطور جوانان عزیز ما خیلی قوی ایمان دارم که این پیام تمامی قشر کلیسا رو تغذیه میکنه جوانان عزیز ما بتونه قناعمی از آموزش های معنوی رو در توشه های خودشون ذخیره کنن برای آیندهشون و همینطور سالمندان ما سالمندان عزیز ما توانمند بشن با شنیدن این پیام که نصیحت کنن خدمت کنن به زوجهای جوون ما دعا کنن شفاعت کنن تا در نهایت فکر و اراده ایسای مسیح در زوجها دیده بشه آمین, آمین. به طور خیلی واضح نقش زن و مرد در کلام خدا مشخص شده من با زبان تفسیری خودم میگم در افستوسیان با پنج آیه بیست و دو میگه زن سعادتمند من اضافه کردم زنیه که شوهر خودشو اطاعت میکنه چنان که خداوند رو و شوهر سعادتمند آیه 25 میگه شوهریه که زن خود رو محبت میکنه و خیشتن رو برای اون میده همطور که مسی خودش رو برای کلیسا داد ولی سوال اساسی اینجا چطور عزیزان با حرف زدن نیست نیست چطور این فرمان قاطع در زندگی‌های ما به مرحله عمل در بیاد به مرحله اجرا در بیاد واقعاً فقط در حرف نباشه در موعظه نباشه بلکه حقیقتا در زندگی رابطه زن و شوی ما جامعه عمل بپوشه ما اول می‌خوام برم در حیطه روانشناسی در هیته مشاوری که یه تصویر خیلی زیبا به ما ارائه میده که میتونه کمک به ما بکنه که ما اون نقطه مرکزی پیام امروز رو بیشتر متوجه بشیم در هیته روانشناسی میگه درون هر یکی از ما یک بانگ عشق وجود داره در این بانگ عشق همیشه واریس کرد همیشه هم برداشت کرد. مثلا وقتی یک نفر وارد یک رابطه شده داره دیت میکنه با یک نفر و اون فرد کم کم احساس میکنه داره به اون شخص نزدیک میشه. یه جوری وقتی اون حسابش به حد نصاب میرسه حس میکنه دیگه رابطه عادی نیست. کم کم داره عاشق میشه. نیست؟ بعضی خیلی خوب الان متوجه هستم من چی میگم. چرا؟ چون توجه و احترام و محبت اون شخص داره موجودی حساب عشق او رو مینوس نمیکنه بلکه اضافه میکنه پلوس میکنه برعکس ممکنه با شخصی برخورد کنی که نه تنها در بانگ عشقت واریز نمیکنه بلکه داره برداشت میکنه انرژی تو رو اعصاب تو رو داره تختعه میکنه و تو داری کم کم حس میکنی که داری میخوای ازش فرار کنی داری ازش دور میشی نیست چون داره از حساب تو به جای اینکه واریس کنه برداشت میکنه و ما در زندگی های خودمون شاید در بین اقوام بیشتر در گذشته شاهد زوج هایی بودیم که بدون عشق شروع کردن و همینطوری هم ادامه دادن عادت کردن ادامه دادن انگار این حساب بانگی عشقیشون قربونش برم اصلا دست نخورده زوجهایی هم بودن که با عشقهای طوفانی شروع کردن کم کم سردی اومده تنفر اومده چون به جای اینکه واریس کنن از حساب روح و جسم و روان همدیگه دارن برداشت میکنن دارن به هم آسیب میزنن با مغرور بودنشون با بیتوجهیشون با اون ذهنی که پر از منیت من ذهنی تمام عشق رو نه تنها از بین میبرن بلکه به تنفر تبدیل میشه این تز فکری روانشناسیه اما عزیزان من عاشق این اماها هستم خبر خوش در ایمان مسیحی اینه منظورم اون ایمان نجات بخشه اون ایمانی که تولد تازه پیدا میکنه شخص و عیسی میاد در اون ساکن میشه منظورم این ایمانه حتی اگه در بانگ عشقت عزیز جانم هیچ موجودی نباشه خدای محبت میاد وارد حساب بانگ تو میشه و حسابی چیکار میکنه پرش میکنه بهتر بگم اصلا میاد یه حساب بانگی خلق میکنه و این کالا موجودی عشق تو اون سرازیر میکنه نمیدونم تجربه کردین اگه تولد تازه داشتین اولین چیزی که تجربه کردین چی بوده اون محبت اون عشق عشق بدون قید و شرط تو رومیان باب پنج آیه پنج میگه محبت خدا به وسیله روح القدس در قلبهای پای ما در این بانگ عشقی ما جاری شده پر شده اما در هر صورت خود کلام خدا هم واحد های عشقی مخصوصی داره که هر زوجی باید آموزش ببینن عزیزان تو موجودی حساب بانگیشون عشقشون نه فقط کم نشه بلکه پر و لبریز بشه حاضرین این عزیزان؟ من ما میخوام اول از نقش شوهران شروع کنم چون در الگو ازدواج مسیحی مرد نقش قدم برداشتن داره مردی که اول قدم بر میداره و زن نقش پاسخ دادن رو داره اما یک شوهر در چه زمینه هایی باید قدم برداره تا حساب وانگی همسرش رو نه تنها کم نکنه بلکه پر کنه تو افسوسیان باب پنج آیه بیست و پنج میگه ای شوهران زنان خود رو محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا رو محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. استاندارد خیلی بالایی عزیزم ولی میخوام بگم افتخار و پاگونشم خیلی بالاست میگه چنان که مسیح رو یعنی مرد با اطاعت از فرمان مسیح داره مسیح رو معزه میکنه داره مسیح رو معرفی میکنه متوجه هستین آیزان داره مسیح رو نبوت میکنه داره مسیح رو بدون اون نمایش های بیرونی به تصویر می‌کشه. و جالبه این آیه یک پیشنهاد صرف نیست یک توصیه نامه نیست بلکه یک فرمان قاطع است ای شوهران زنان خود رو محبت کنید، چنان که مسیح کلیسا را هیچ تبسری پشتش نیست شلوس آس. مثل مسیح که کلیسا رو محبت کرد مرد زنش رو محبت بکنه من عزیزم بر این باور هستم که اگر آدم جایگاه خودش رو در قبال همسرش میشناخت وقتی که اون وسوسه کننده میامد و اون فاجعه اون نااطاعتی انجام شد در باغ عدن خیلی راحت این مرد می آمد می گفت من مسئول بودم نیست من باید با توجه و محبت همسرم رو به جمعی راستی هدایت می کردم و اونا اعتمالا زندگی تازه شروع میکردن، ولی به جای اینکه او رو محافظت کنه سلب مسئولیت کرد و هوا رو متهم کرد در باب سه آیه دوازده پیدایش میگه آدم گفت این زنی که قرین من ساختی او بود او بود تقصیر من نبود او بود که از درخت ممنوع خورد و یه سوال الان تو ذهن منه خیلی سال هاست که یکی اونجا نبود که بپرسه از آقا هوا از آقا آدم که اون موقع که هوا داشت وسوسه میشه تو کجا بودی اصلا؟ نیست؟ طالع شده به فرسه؟ <applause> رفته بود گل بچینه؟ <applause> اما جایگاه واقعی مرد به عنوان سر خانه آیه ۲۳ همون باب 5. میگه زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح سر کلیسا او بر چه چیزی سره از زان او بر چه چیزی مسلطه آمین که روح القدس در قلبهای شما این پیام رو حک کنه آمین نه در ذهنهای ما اولین مسئولیت او بر مشکلات تسلط داره او روی مشکلات سره مخصوصا بر مشکلاتی که از طریق نیروهای تاریکی میخواد وارد خانه و خانواده بشه که یکی از بزرگترین عزیزان عاملین جدایی و سردی بین زوجه مردی که در خانه و خانواده جایگاه و مقام رفی خودشو به عنوان سر میشناسه هرگز و هرگز دشمن اجازه نداره هر و مرج و تاراج و تصرف در خونه به وجود بیاره هرگز اجازه نداره شادی و سلامتی اون خونه رو بدزده در دنیای روحانی از آن حسار روحانی دور یک ازدواج کشیده شده که مرد در دعا و شفاعت در شناخت بخصوص هویت خودش به عنوان سر بودن میتونه این حسار روحانی رو دور خانه خودش به عنوان حفاظت بکشه در اون دعا و شفاعت که از رخنه کردن هر خار و خاشاک که خار و خاشاک در کلام خدا نشانه لعنته از هر بدی اون خونه رو حفظ کنه کتاب امثال باب 24 آیه سی میگه از تاکستان شخص ناقص العقل گذشتم و اینک بر تمامی آنها خارها میروید و خص تمامی آنها را میپوشاند و حسار سنگینش اون دیواری که باید محافظ باشه اون بندی که باید محافظ باشه فرو ریخته خراب شده کلا وقتی واژه شوهر رو ریشه رو در زبان آلمانی نگاه میکنیم از دو واژه تشکیل شده هاوس هاوسبن نیست تصویری از یک تناب که دور خونه کشیده شده این شوهره این معنی شوهره شوهر اون حسار روحانی که در دعا و شفاعت به دور خانه خانوادهش کشیده میشه که هرگز دشمن نمیتونه اونجا جولون بده اما نقش شوهر به عنوان کاهن به عنوان شفادهنده عزیزان عیسی مسیح افتخار بزرگی به مرد داده که این افتخار خدمت کهانته مرد در وهله اول موظفه که خانه خودش رو شبانی کنه مسئولیت خانه خودش رو به عهده بگیره مثل یک کاهن قربانی های رو این مسئولیت کاهن بود نیست؟ قربانی های و رو برای همسر خودش به خدا بگذرونه و همینطور شوهر به عنوان شفا دهنده چون یکی از وظایف کاهن شفاست یعنی اون کلام قدرتمندی که از دهان یک مرد بیرون میاد میتونه دنیای درونی یک زن رو حیاتی نو ببخشه باور میکنین عزیزان با اون خدمت نبوتی مثل عیسی، چطور بدن خودش رو التیام می‌بخشه؟ چقدر تجربه کردیم وقتی کلیسا که عروس مسیحه در یک مشکلی می‌افته، شاید اصلا هیچ کس هم ندونه. فقط خداوند چطور میاد کلام‌های نبوتی رو به پیام آورانش می‌ده که کلیسا رو احیا کنه، کلیسا رو مرمت کنه، کلیسا رو بالا بکشه. چون کلیسا عروس مسیحه. در یک ازدواج سالم و تایید شده این ازدواج قادره صدمات وارده به زن رو حتی صدماتی که قبل از ازدواج به او وارد شده ترمیم کنه البته منظورم این نیست که هدف ازدواج این باشه که ما با نیازهامون بیایم بیایم فقط به خاطر احساس امنیت بیایم که مرد دور ما بچرخه اصلا منظورم این نیست که ما شفا بیابیم صد درصد صد البته صدمات وارده قبل از ازدواج باید رسیدگی بشه باید شفا بیابه اما منظورم این از در یک ازدواج سالم یک ازدواجی که بر مبنای صداقت و محبت بنا شده در یک رابطه امن وقتی زن احساس امنیت میکنه وقتی میتونه راحت از اون قسمت‌های های آسیب پذیر وجودش با مردش صحبت کنه بدون که انگشت اتهام به اون وارد بشه انگار که همین همین رابطه انگار او رو وارد یک کلینیک روان درمانی میکنه و برعکس که رابطه ناسالم باشه دائما در اون اشتقصا، جر و بحصا، خشمهای مهار نشده حتی اگه فردم سالم باشه صدمه میبینه و آسیب فراوان به روح و روانش وارد میشه همین الان که دارم موعظه رو میکنم دا... چون تو حوزه خدمت من شبانی من با خواهرای عزیزمه حداقل دو نفر سه نفر الان یادم میاد یه نفرشون تو نروژ دو نفرشون هم اینجا که از زندگی قبلیشون داغون فقط به خاطر اون فیض خدا که ازدواج سالمی داشتن الان مثل یلی دارن برای خداوند در اون سلامت روح و روان خدمت میکنن آمین اینو من تجربه کردم دیدم نه روان درمانی رفتن این زن نه کارهایی به خصوصی کردن فقط واقعا به خاطر فیض خدا وارد اون فضای امن شدن هر مردی خوانده شده از زن. برای زنش مثل پناگاهی از باد باشه مثل پوششی از توفانهای این دنیا باشه و این گونه محبته که اگه مرد داشته باشه در اون شناخت جایگاه خودش شنونده حرفای زنشه که اساسی ترین نیاز یک زنه که اغلب زنهایی که وارد سکوت میشن منزوی میشن به خاطر اینکه شنونده های خوبی در زندگیشون نداشتن و اون احساسات نگفته شده عمیق که باید شنیده بشه و وقتی مردی از زن با شادی و آگاهی در شناخت جایگاه خودش در مقام سر بودن مسلط بودن در حساب بانگی همسرش واریز میکنه عشق خالصانه واریز میکنه خودش محصولی فراوان را میکنه آمین حالا تا مردا یک کمی خیالشون راحت باشه الان نوبت زناست یکم راحت باشید. جایگاه زن عزیزان در عهد ازدواج اولین و مهمترین مسئولیت زن اینه که سر بودن و رهبریت همسرش رو به رسمیت بشناسه و با احترام به این رهبری به این سر بودنی که خدا گذاشته احترام بذاره و آگاه باشه که هر چیزی در خلقت عزیزان هر چیزی در خلقت سازمانی یافته است و در نظمه و اگر از این نظم خارج بشه زمین فوتبال شیطانه هر چیزی که در این دنیا نگاه میکنیم اما سازمان تجارت نمیدونم یک تیم کوچکی خدمت همه اینا بدون سر مرده است هیچ حیاتی در اون نیست و تنها و تنها در کلام خدا به یک نفر در خانواده اقتدار رهبری سپرده شده و اون کیه خانمها بگن با اقتدار با شادی بگن مرد است آمین بعضی شاید تو دلتون بگه اما چرا مرد اما چرا مرد من جوابتون رو میدم اما چرا مرد نه چرا مرد نه؟ آیا در بین ما زنی هست که دلش بخواد سر باشه؟ آیا در بین ما بانویی هست که دلش بخواد مسلط باشه؟ از یک چیز کاملا غیر طبیعیه. چون خود خانوم ها شوهرانی رو که وقتی میبینن تخت انقیاد زنانه چی بهش میگن؟ خارو خفیف میشم. ای زن زلیل بدبخت. من حتی بچه بودم اینو میشنم اون ببخشین این کلمه منفیه ولی هنوز سگوشمه که زنو پچ پچ میکردم اون موقع هم که مشغولیت نبود بیشتر پچ و غیبت بود اون افریته رو ببین اون افریته که چطور سوارش شوهرش شده چطور اون افریته شلوار شوهرش رو پاش کرده خود زنو میگن نیست چون خیلی غیر طبیعیه این مشیت الهی بوده و هست که مرد سر زن باشه و این یکی اصل حیاتی عزیزان که در زندگی خانوادگی اگه این اصل درست و منصفانه اعمال بشه میتونم با جرأت بگم حتی از هر و مرج و فروپاشیدگی جامعه و فرهنگ ما میتونه جلوگیری کنه و وقتی یک زن آگاهانه اقتدار مردش رو به رسمیت میشمره احترام میذاره در واقع کلیسا رو داره به صورت نبوتی به تصویر میکشه آمین؟, آمین یا آمین جانانه داره نیست کلیسایی که در هر امری باید مطیع مسیح باشه سر بودن مسیح سرور بودن او آقا بودن اون رو به رسمیت بشناسه این یک کلیسای سالمه اما وظایف زن چیه پیدایش دو هیجده میگه خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی موافق دل او بسازی. معاونی برای او بسازی. از آدم نیاز داشت به یک کمک کننده به یک معاون و هوا پاسخ نیاز او بود راه حل ها کی به صحنه میاد وقتی کمبودشون حس میشه نیست کمک کننده برای آدم چقدر زیباست که داره انگار میگه زن برای راه حل بودن آفریده شده زن گنجی بود که خدا آدم به دنبالش میگشت نیست وقتی زنی از هویت راستین خودش رو در خداوند بشناسه از چه ترسایی از چه جنگ و جدلهایی میتونه آرامی بیابه آدم در تمام آفرینش به دنبال کسی میگشت که شبیه خودش باشه که بتونه چیکار کنه معاونش باشه کمکش کنه فکرشو بکن فقط یه لحظه چه خوشی چه شادی نصیب آدم میشه وقتی هوا رو میبینه آدم یک بود حالا هوا رو دیده شدن دو برای اینکه چی بشه و اینکه دوباره یک بشن آمین؟, آمین آدم به دنبال شخص دانا و قابل اعتماد بود او به دنبال ملکه ای برای باغش میگشت عزیزان تا فرمان روایی که خدا به او سپرده نه با حزن و استرار بلکه سخاوتمندانه با عزیزش تقسیم کنه مهربانو عزیز من میخوام چیزی بهتون بگم تا زمانی که ما زنان به یاد نیاریم که کی هستیم نمیتونیم برای آنچه که خوانده شدیم عزیزان برای آنچه که خوانده شدیم برای اون هدفی که خوانده شدیم برسیم کم کم تبدیل به چی میشیم زنهای کم عمر زنهای سطحی که فقط به دنبال مقایسه کردن حسادت حتی زنها با همدیگه چون هویت خودشون رو نمیشناسن چوب لای چرخ همدیگه میذارن به خاطر اینکه همدیگه رو پایین بزنن به جای اینکه بلند کنن و چقدر زنها به خاطر اینکه هویت خودشون رو نمیشناسن عملکردهای نفسانی دارن انواع اقسام جراحی ها. تا فقط ظاهرشون مرکز باشه تو مورد پذیرش قرار بگیرم ولی تو تو زن خدا که الان اینجا نشستی و داری میشنوی تو مورد پذیرش خدا هستی تو مقبول خدا هستی باور میکنی چرا چون هستی تو از هستی به وجود اومده سرتو بالا بگیر متوجه هستی هستی تو از هستی به وجود اومده برای همین تو اصالتا برای سطحی بودن آفریده نشدی تو برای اینکه عمق داشته باشی برای اینکه ژرفا داشته باشی تو موازنه شدی کوک شدی برای اینکه تاثیرگذار باشی اما نقش زن به عنوان ستون خانه خداوند خدا گفت پیدایش باب دو آیه 22 از دنده آدم گرفته زنی بنا کرد خداوند خدا از دنده آدم زنی آدم گرفته زنی بنا کرد و نزد آدم آورد از اون دنده در عبری یعنی ستون اساس یعنی خدا زن رو ستون و اساس مرد می‌بینه، نیست خدا هیچ وقت من تو رو از موضع ضعف و ناتوانی نگاه نمیکنه بلکه از موضع شخصی نگاه میکنه که خوانده شده خانواده رو پایگذاری کنه در کتاب امثال هم میگه هر زن حکیم خانه خود رو پایگذاری میکنه بنا میکنه اما اون زن جاهله که خانه خود رو خراب میکنه و این خیلی از این آیات تو کتاب امثاله زن به عنوان همراه و پشتیبان در کلام خدا از با زنانی آشنا میشیم که چطور از شوهران خودشون حمایت میکنن من فقط سارا رو مثال میزنم چقدر در تصمیمات سخت ابراهیم رو همراهی میکرد یه زنی که از طبقه خیلی بالا بود، خیلی مرفع بود، خیلی متشخص بود. مال و اموال بسیاری داشت. ولی دنبال ابراهیم از اور کلدانیان نمیدونست کجا داره میره ابراهیم فقط او رو همراهی کرد ما در این جا هم در این کلیسا هم بارها مندم زنان عزیز و نازنینی که خطاب مردش رو میشناسه نیست خودش خدمت نمیکنه ولی میدونه شوهرش خطاب داره چهار پنج تا بچه رو به کول میکشه از تفریحات خودش پکنیک های خودش میگذره تا همسرش در کلیسا خدمت کنه عزیزان و برعکس زنان اینا هم دیدیم که خاندگی همسرشون رو میدونستن ولی چقدر سعی کردن اونا رو نسبت به خدمت دل سرد کنن و جدا شدن از کلیسا اول پتروس باب سه آیه 6 میگه زیرا بدین گونه زنان مقدس در سابق نیست که متوکل به خدا بودن شوهران خود را اطاعت میکردن مانند سارا که ابراهیم را مطی بود و او را آقا میخواند و امروز شما دختران او هستید و نقش زن به عنوان تیمار کننده بازم میگه زن از کجا عزیزان به وجود اومد اول قلبم و از این بر قلب از کنار قلب مرد نیست این قلب مرده که دائما احساس خلا میکنه و چقدر موقع ها من خودم شخصا اینو نفهمیدم مرد در سرش عزیز جان ها احساس خلا نمیکنه خدا اینجوری خلقش کرده برای همین مردان از زنانی که دائما حرف میزنن و پرگویی میکنن گریزونن نقش زن در حرمت به همسر بازم فقط سارا رو داریم که ابراهیم رو مطیع بود و او رو آقا میخوان من وقتی اینو میخوندم همیشه یاد سمیجا میافتم که همسرش میگه آقا قدوس همیشه میگه آقا قدوس میگم کاش اسمش سارا بود یعنی فقط بهش میاد سارا باشه البته ما الان نمیگم بگیم آقا علی آقا آلبرت واقعا منظورم این نیست چون واقعا این این حرمت این احترام یه چیز درونیه یه چیزی که وقتی از خدا میخوای نداری وقتی ادعا میکنی داری زن خیلی خوبی هستی یخته هیچی <applause> ولی وقتی میگی نه من تو این قسمت خیلی وزم خرابه اون موقع خدا یک چیزی در درون تو به وجود میاره و بزرگترین و مهمترین نیاز یک مرد در ازدواج احترامه وقتی یک زن با شادی همسر خودشو احترام میذاره عمیقترین نیاز اون مرد برآورده میشه و عزیز جانها خواهران عزیزم میخوام بگم وقتی که اینطور واریز میکنید در حساب مردتون کرورها کرور خودتون محصول فراوان برداشت میکنین آمین اما همه بگی اما تمامی آنچه که تا حالا شنیدید انجام نشدنیه خیلی راحت انجام نمیشه فقط من اینجا سنج فقاندهنده دهنده خواهم بود شما هم شنونده این که از این گوش میگیرین از اون گوش بیرون میبریم انجام نشدنیه اگر تعهد قلبی به عهد ازدواج نباشه و ماهیت راستین تعهد از فقط در قلبه یارب مسیحی تر شوم در قلبم در قلبم یارب مثل ایسا شوم در قلبم در قلبم آمین و تعهد یعنی چی عزیزان؟ یعنی برخواستن وقتی داری جونت در میاد وقتی داری اپا در میای و تعهد در خودش اعمال داره فقط حرفای قشنگ نیست فقط حرفای رومانتیک و عروسی نیست تعهد دقیقا مثل ایمانه ایمان بدون عمل مرده است یه متنی رو میخوندم خیلی جالب بود که نوشته بود شنیدم یکی از قاضیان در یک شهرستانی در انتخاباتی کاندید میشه وقتی که رأیگیری تموم میشه روز موعود میاد میسته اونجا میگه از 275 نفری که به من قول دادن که به من رأی بدن تشکر میکنم از 155 نفری که به من گفتن که به من رای میدن ممنون هستم از هفت نفری که اومدم پای صندوق رای کمال تشکر رو دارم اما میخوام از اون 26 نفری که واقعا به من رای دادن سپاسگزاری کنم عزیزان تعهد عمل داره آمین داره وقتی زنت یا شوهر در موزه سخت روحی و روانی قرار میگیره چگونه تو تعهدت رو به انجام میرسونی در تعطیلات روزای شاد سلامتی خنده تعهد هنر نیست اصلا بیاین عکسای تعطیلات من و آلبرت رو ببینی هر کی نگاه میکنه میگه اینا آب تو دلشون تکون نخورده خنده شادی عشق عزیزان واقعا هم همون بوده ولی همش همون نبوده چه زمانهایی که از صلیب ها عبور کردیم چه زمانهایی که سر همون کوبیدیم با پر از منیت هایی که داشتیم چه زمانهایی که اصلا این میار این که دارم میزنم خودم هم نتونستم انجام بدم میخوام بگم عزیزان در زندگی زن و شوی روزهایی پیش میاد که هیچ محرکی برای ادامه دادن به جز تعهد نداری هیچ بحانه ای نداری که تو رو به جلو هل بده به جز اون عهدی که در حضور خداوند بستی آمین فقط اون تعهده و تعهد هرگز هرگز بدون مرگ انسان کهنه میسر نخواهد بود و تو امروز عزیزی که اینجا هستی با یک انتخابی رو به رو هستی آیا میخوای برای خودت بمیری؟ آیا میخوای برای خودت بمیری؟ آیا میخوای یک زندگی مسلوبانه اما پیروزمندانه ای داشته باشی در مسیح؟ میخوای؟ میخوام بگم صلیب عزیزان تنها دریه که میتونه در هر شرایطی در بدترین اوضاع و شرایط به ما قوت بده که تا مقصد نهایی جلو بریم چون فقط صلیبه فقط صلیبه که یه تحولی در درون تو یک ذهنی نو در تو ایجاد میکنه که تو یه جور دیگه میبینی شرایط تو برای تشویقت میخوام بگم عزیزان زندگی هماهنگ یک زن و مرد از عالی ترین و با ارزشترین برکاتی که خداوند به زوج داده چون وقتی زوج متحدن انگار وارد یک قلمرو اقتدار روحانی میشن در متی باب 18 میگه اگر دو نفر با هم متفق بشن کدوم دو نفری مثل زوج یه زن و شوهر میتونیم پیدا کنیم هر آنچه که بخواهند اجابت خواهد شد آمین و دستیابی به چنین اقتداری کمتر از مرگ انسان کهنه نیست هرگز نخواهد بود و امروز میخوام به تو بگم و کسی که عزیزی که داری میشنوی اگه در زندگی تو هر و مرج حاکمه اگه خودتو در برابر انجام دادن این پیامی که امروز شنیدی برای ازدواجت قاصر میبینی ناتوان می‌بینی. میخوام بهت بگم ناامید نباش امروز خدا یه فرصت تازه به تو داده اینو ایمان دارم یه فرصتی برای احیا این پیامو به طور خاص وقتی که شنیدم به آلبرت گفتم گفتم احساس میکنم یه, یه چیزایی که ما میشنویم مثل یه کوه یخی که ما داریم نوکشو میشتم چه عزیزانی که شاید در درد و رنج هستن و اصلا ما خبر نداریم و نمیتونیم هم تک تک کمکشون کنیم باشه که این پیام تو رو تشویق کنه عزیزان که دوباره شروع کنی و قدم برداری و بزرگترین قدم امروز برای تو اینه که خودتو اون من ذهنی شرطی شده رو که دائما ساز مخالف میزنه من میدونستم این مرد مرد نمیشه این زن زن نمیشه من اصلا میرم گم میشم از این زندگی نیست روی مذبح بذاری و اجازه بدی خدا اول آسیب تو رو شفا بده آمین حضور خدا صدمات وارده رو شفا بده ایمان دارم فقط حضور خدا میتونه و وقتی شفا میابی تو رو از محبت فروتنی پر میکنه از شفقت صبر پر میکنه تا مثل مسیح زن تو محبت کنی و تو شوهر تو مثل کلیسا اطاعت کنی و این قوت رو میابی که اعلام کنی ای خدا من. میخوام اراده شخصی خودم و قربانی اراده تو بکنم این قوت رو میابی و تمام وجودت تا اون نبوتی که برای پیوند مبارک من داری نه فقط حرف بزنیم و که از طریق من و همسرم دیده بشه واقعا یک نمونه باشه و امروز از زوجهایی که اشتیاق دارن عزیزان نقشه خدا نه اون پیوند نه اون اتحاد نه اون چیزایی که تو دنیا هست میگم ما که خوبیم الان سال هاست اصلا ازدواجم بعضی میگم ما نکردیم و صد تا ازدواج کرده و از زوجهایی که میخوان نقشه خدا فکر خدا اون اتحاد الهی برای پیوند مبارکشون از طریق اونها به انجام برسه دعوت میکنن به جلو بیان از جوانانی که در شرف ازدواج هستن دعوت میکنن به جلو بیان عزیزان از عزیزانی که در انتظار هستن در هر سنی در انتظار یه زوج یا زوجه هستن دارن دعا میکنن لطفا قدم های ایمان رو بردارین و به جلو بیاین و دوباره اینو یک بار دیگه یادآوری میکنم این جلو اومدن شما با آگاهی پشتشی حرکت معنوی یک بود معنویه وقتی به یه پزشک میری دردی داری میگی درد دارم میری پیش پزشک دیگه چیکار میکنه؟ به تو دارو میده درسته؟ خودت میری پیش اون پزشک وقتی اینجا رسیدم این بیت یادم اومد از شمس تبریزی آمین که اشتباه نکنم هیچ طبیبی ندهد بیمرزی حب و دوا من همه درد شوم تا که به درمان برسم وقتی میگی من نمیدونم من نمیتونم من اصالت ازدواجمو گم کردم من میخوام ازدواج بیمار من شفا بیابه من نیاز دارم این خدا من به دارو درمان اون موقع خدایی که دنبال نیستی میگرده تا هستی ببخشه خدایی که دنبال توهی بودن میگرده که پر کنه چون خاصیت خدا اینه خدایی که دنبال ضعف میگرده تا پر کنه توامن کنه اون موقع خدا به میان میاد و از ازدواج تو یه شاهکار می‌سازه. آمین پس از عزیزانی که این سه گروه دعوت میکنم به جلو بیان و میخوایم با هم با پاستور و همجور خادمینی که برای دعا کاندید شدن برای تک تک شما عزیزانمون دعا کنید. ای خداوند ای قوت ما تو رو محبت می‌کنی. تو رو محبت می‌کنم، همه چیز همه چیز خداوند از اون فیض توست از اون محبت توست از اون دستای بزرگ و سخاوتمند توست که تو زندگی های کوچیک ما میاد خداوند، فقط کافیه به تو بله بگیم کافیه بگیم میخوایم کافیه بگیم میخوایم اون اصالت اون محبت اون چیزی که در فکر توه در ازدواجمون امروز کرده بشه ای خداوند دعا میکنم پدر جان که هر غروری به زیر بیفته هر شکی به زیر بیفته و عزیزانم خداوند به سوی تو بدوم با این قدم ایمان خداوند دست تو رو خداوند باز بذارن که در زندگی اونها هر قسمتی که خداوند ضعف تو با پوری عمل کنی خداوند حتی زوجهایی که خداوند نیاز خودشونو میبینن از دعا و انقدر تو عمل کردی که واقعا زندگی اونا نمونه است با تمام قلب و جانم شک گذاری میکنم ولی تو خدای بی‌نظیر باز هم میخوای بی ترین ها رو در این زوج ها خداوند به تصویر بکشی در رابطه اونا در قلب اونا چشمای اونا رو باستر کنی نور و روشنایی ایجاد کنی ای خداوند دعا میکنم که فیض تو خداوند هر زمین شفا نیافته در بین زوجهای ما شفا بیابه حتی عزیزانی که بیمار هستن خداوند همسرانی که بیمار هستن از نظر جسمی دلشون میخواد واقعا عملکردهای داشته باشن عملکردهای روحانی در اشتیاق در خداوند رفتارهای ایثارگرانه و جانشون ناتوانه خدا من دعا میکنم برای این عزیزان که قدرت تو قوت قیام اونها رو برانگیزه و بپوشونه تا امسال کلیسایی رو تجربه کنیم که در قول و فعل زنده است و روح القدس فعالانه و شادمانه فضایی داره برای اینکه عمل کنه در این کلیسا چون در نام عیسی مسیح دعا کردم آمین